امروز می‌خوایم داستان دختری رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه به خاطر سقوط یه سفینه فضایی رو شهرشون بهترین دوستش رو از دست میده، تصمیم میگیره از سرنشینای اون سفینه انتقام بگیره. اما تو این مسیر درگیر اتفاقات عجیبی میشه. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز می‌پردازیم به داستان فیلم اتراکشن. در ابتدای داستان سر یک کلاس درس یه دختر به نام یولیا و دوستش سوتلانا رو میبینی که کلی با هم راجع به علایقشون نسبت به دودورهایی با رنگها و سایزهای متفاوت صحبت میکنن و این در حالیه که معلمشون میگه یکی از بزرگترین بارانای شهابی قرار امروز اتفاق بیفته. بعدش بعد تعطیل شدن مدرسه گوز به سر یولیا آرتون میاد دنبالش و با خودش میبردش و میرسونتش خونهشون تا بره از باباش سرهنگ لبدوف اجازه بگیره که با هم برن و به باران شهابی نگاه کنه. ولی بابای یولیا قبل رفتن به سر کارش بهش این اجازه رو نمیده. یکم بعد آرتون مخ یولیا رو میزنه و ازش میخواد که باهاش بره و همزمان هم میبینیم که یه سفینه فضایی عجیب وارد جو زمین میشه و نیروهای لبدوف پدر یولیا اونو رهگیری میکنن و تعدادی جنگنده رو میفرستن سراغش. بعدش میبینیم که روی زمین یولیا و آرتون رفتن رو پشت بوم خونه سوتلانا و بعد اینکه سوتلانا میبینه که آرتون حسابی شرش زده بالا، کلید خونهشون رو بهشون میده تا برن توش و خودشون رو خالی کنن. یکم بعد توی آسمون میبینیم که جنگنده ها به اون سفینه شلیک میکنن و باعث میشن که به سمت زمین سقوط کنه. بعد از این اتفاق لبدوف و نیروهای ارتش میرن سمت اون سفینه و همزمان هم آرتوم یولیا رو با کون لخت میبره که برسونتش به یه بیمارستان. بعدش لبدوف با یه نماینده مجلس میره سمت اون سفینه و اونجا بعد اینکه یه آدم فضایی رو میبینن سعی میکنن باهاش صحبت کنن، ولی خب اونا جوابشون رو نمیدن تا اینکه اون نماینده مجلس از ترس سکته میکنه. چند ساعت بعد لبدوف موقع گزارش دادن به مافوقاش میگه به نظرم اون فضایی ها قصد حمله به ما رو ندارن و من اینطور فهمیدم که اونا از ما زمان میخوان تا بتونن سفینهشون رو تعمیر کنن و از اینجا برن. همزمان یولیا بعد به هوش اومدن تو بیمارستان و فهمیدن عمق ماجرا متوجه مرگ بهترین دوستش سوتلانا میشه و به خاطر همین میره تو فکر انتقام از اون سفینه و سرنشیناش و بعدش هم باباش میاد اونجا تا با خودش ببرتش، اما قبلش میرینه به هیکل آرتون. بعدش لبدوف دخترشو میبره خونه و چون قبلا مادر یولیا مرده، لبدوف مادر خودش آورده اونجا تا توی این مدت کنارش باشه. خلاصه روز بعد یولیا دیگه حسابی رد میده و بعد اینکه اسلحه باباشو برمی‌داره میره پیش آرتون و سه تا رفیقه تا با هم یه برنامه بریزن تا بتونن از اون فضایی‌ها انتقام بگیرن. بله، بالاخره اونا موفق میشن از طریق یه راه مخفی خودشونو برسونن به ساختمون خونه سوتلانا و بعدش همزمان که پسرها یه قطعه متعلق به سفینه رو پیدا میکنن میبینیم که یولیا میره تو خونه سوتلانا، اما یه دفعه یکی از فضایی‌ها میاد اونجا ولی اون اصلا قصد آسیب زدن به یولیا رو نداره. اما پسرا که میان اون بالا باعث میشن اون جونور فضایی از ساختمونه پرت بشه پایین. بعدش اونا میبینن که لایه محافظتی اون جونور باز شده و موجودی که داخلش بوده از اونجا رفته و این در حالیه که ردی از خون شبیه خون انسان رو لباس فضاییش مونده. تا همین لحظه یولیا بین اجساد چشمش به جسد یه پسر میفته که برای یه لحظه چشماشو باز میکنه، ولی این موضوع رو به پسرا نمیگه و میبینیم که اونها هم لباس اون جونور رو با خودشون میبرن تا حسابی بررسیش کنن. صبح روز بعد یولیا با پاژن چارتر 6 سیلندرش میره و برمیگرده بالای سر اون پسر و بعد اینکه میندازتش تو ماشینش میبرتش در مدرسهشون تا از یکی از دوستای نابغه‌اش به نام گوگل کمک بگیره. خلاصه یولیا بعد هماهنگی کردن با یکی از دکترای آشناشون یه اتاق عمل رو توی بیمارستان جور میکنه و بعدش به کمک گوگل دوتایی موفق میشن که گروخون اون جونور رو بفهمن که خب چون با گروخون یولیا هم
خونی داره، اون بهش خون میده و جونش رو نجات میده. یکم بعد اون حیوان فضایی بعد اینکه به هوش میاد یه جور دستبندو میندازه دور دست یولیا تا اینجوری ازش تشکر کنه و بعدش هم یولیا توی همون میفهمه که اون دستبند میتونه آب رو جذب خودش کنه. تو همین لحظه نیروهای سرهنگ لبدوف هم بعد پیدا کردن اون قطعی که تو ساختمونه بود میفهمن که اون آب رو به خودش جذب میکنه. از اون طرف اون جونوری که بیدار میشه یولیا میگه تو کی هستی؟ اونم میگه من اسمم هیکانه و داشتم تو اون ساختمون دنبال قطعی به نام شیرکا میگشتم تا باهاش سفینه رو راه بندازیم و از اینجا بریم. خلاصه هیکان بعد پوشیدن یه دست لباس راه میفته که برگرده پیش سفینهش، اما پلیس ها میگیرنش. ولی چند ساعت بعد یولیا میره کمکش و از بازداشت درش میاره. اینجا هیکان میگه من فهمیدم که شیکا دست ارتشیاست و باید برای رفتنمون به دستش بیارم و یولیا هم بهش قول میده که بهش کمک میکنه چون یه فکرایی تو سرش داره. اون بعدش شیکانو میبره تو دفتر باباش چون شیکا هم تو همون ساختمونه و بعدش کارت باباشو کش میره و میدتش به هیکان و اونم میره و شیکانو از داخل محفظش در میاره و از اونجا میزنه به چا. یکم بعد یولیا اون نرخر بیگانه رو میبره خونه خودشون و بعدش بهش کلی چیز یاد میده و به خاطر همین یواش یواش بهش علاقه‌مند میشه. ولی زمانی که میفهمه باباش فهمیده اونا تو دزدیدن شیکا نقش داشتن میفته دنبالشون و یولیا هم هیکان رو میبره خونه گوگل تا بعد عوض کردن لباساشون دوتایی برن به یه پارتی. خلاصه اونجا یکی از رفیقای آرتوم بعد اینکه یولیا رو با اون نرخر میبینه فوراً این موضوع رو به آرتوم خبر میده و میگه دختر مورد علاقه داره بهت خیانت میکنه. تو همین لحظه هیکان با قدرتی که داره به صورت مجازی یولیا رو میبره به سیاره خودشون و اونجا رو بهش نشون میده و میگه ما برخلاف شما هیچ مرگ و میری نداریم و اصلا هم نخواستیم بیایم به سیاره شما، ولی متاسفانه افتادیم وسط یه بارش شهابی و بعدش هم تو جو زمین توسط هواپیماها ساقط شدیم. یکم بعد یولیا قبل اینکه هیکان رو راهی کنه که برگرده به سفینه‌اش لباشو میبوسه و بعدش هم آرتوم باهاش تماس میگیره و میگه من فهمیدم که بهم خیانت کردی، اما خب درکت میکنم. و یولیا هم از درک بالای آرتوم حسابی خوشحال میشه و میگه من هیکانو دوست دارم ولی میرینه، چون آرتوم به همراه دوستاش میاد اونجا. بعدش آرتوم و رفقای لاشیش میگیرن هیکان رو جلوی چشم یولیا سکوش میکنن تا اینکه هیکان میبینه که آرتوم یه چک رو میزنه زیر گوش یولیا و به خاطر همین رد میده و میزنه خار پدر یکیشون رو میکا. تو همین لحظه یکیشون یه اسلحه رو بر میداره که بزنه هیکان رو بکشه، اما خب اون تر میزنه و اشتباهی به یکی از دوستای خودشون شلیک میکنه. بعد از این اتفاق آرتوم به خاطر شدت نفرتش از اون فضایی‌ها و برای انتقام خون رفیقش کلی آدم و دور خودش جمع میکنه تا تحریکشون کنه که حمله کنن به سرنشینای اون سفینه، چون اونا تمام منابع آب اون شهر رو جذب خودشون کردن تا بتونن سفینه‌شون رو تعمیر کنن. بله، بالاخره اونا حمله‌شون رو شروع میکنن، ولی خب آرتوم از فرصت استفاده میکنه و میره و خودش رو وارد لباس مخصوص هیکان میکنه تا اینجوری بتونه تبدیل به یه مبارز درجه یک بشه. یکم بعد یولیا پدرش رو مجبور میکنه که بهشون یه ماشین بده تا برن سمت سفینه، چون اون میگه فضایی اگه شرایط رو وخیم ببینن برای اینکه تکنولوژیشون دست ما نیفته کل سفینه و این شهر رو منفجر میکنن. خلاصه یولیا و هیکان راه میافتن و در حالی که فضایی دارن سعی میکنن بدون آسیب زدن به آدما جلوی حملهشون رو بگیرن، میبینیم که بین راه آرتون به ماشین یولیا حمله میکنه. اینجا در حالی که آرتوم داره خار پدر هیکانو میکایه، یولیا به هوش میاد و با ماشینش زیرش میگیره و همین باعث میشه که لباس آرتوم از کار بیفته و از داخلش پرچه بیرون. اون بعدش با برداشتن یه اسلحه چندین گلوله رو میزنه به یولیا و هیکان و باعث مرگ جفتشون میشه و بعدش هم توسط ارتشیا دستگیر میشه. یکم بعد پدر یولیا که میرسه اونجا میبینه فضایا میان و اون دوتا کبوتر عاشقو با خودشون میبرن تو سفینه‌شون و بعدش میذارنشون داخل
محفظه تا بتونن زندهشون کنن. اینجا خود سفینه شروع میکنه به حرف زدن با لبدوف و میگه هیکان میتونست تا ابد زنده بمونه، اما اون دیگه مرده و امکان زنده شدنش وجود نداره. اینجا سفینه میگه سیاره شما برای ما خیلی خطرناکه، چون شما آدما در طول تاریختون 5 میلیارد نفر از خودتون رو کشتین و ما همیشه فکر میکردیم که امکان ارتباط با شما وجود نداره، تا اینکه دخترت به هیکان کمک کرد و شاید اگر ساکنین سیاره ما این موضوع رو بفهمن بخوان که با شما ارتباط بگیریم. آخر داستان هم میبینیم که یولیا بعد اینکه به هوش میاد و دوباره زنده میشه میبینه هیکان مرده و بعدش هم اون سفینه زمین رو به سمت سیاره خودشون ترک میکنه و تمام آبی که ذخیره کرده بود رو هم به زمین برمیگردونه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.